سلام و وقت بخیر، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. این بار اول نیست که روابط ایران و عربستان سعودی به تشنج گراییده است. در حقیقت روابط میان این دو کشور در طول چند دهه اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد توأم بوده است و این دو دولت هرگز بر یکدیگر اعتماد کامل نداشتند. سفارت عربستان سعودی در تهران حدود 25 سال قبل از امروز نیز مورد تهاجم قرار گرفته بود که در آن یک دیپلمات عرب جان باخت. گرچه تنش‌های ناشی از آن تهاجم سپس با آغاز جنگ اول خلیج فروکش کرد، اما ریاض و تهران باز هم در پس پرده و گاه هم علنی برخلاف یکدیگر سخن می‌گفتند. اخیراً عربستان سعودی ائتلاف ضد تروریسم را در منطقه بنیاد نهاد و گفتند که در این ائتلاف چندین کشور هم عضویت دارد. از افغانستان نیز خواسته شد که در این ائتلاف سهم بگیرد، اما پاسخ حکومت افغانستان تا به هنوز در مورد عضویت گرفتن در این ائتلاف مشخص نشده است. در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موارد میپردازیم و مهمانان هم در این برنامه آقای دکتر لطیف نظری، کارشناس روابط بین الملل، آقای خلیل رحمان سروری، استاد دانشگاه، و همچنین آقای دکتر مهدی منادی، استاد دانشگاه با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای نظری، چرا هر از گاه از کشور ایران به عنوان یک کشور متخاصم و مداخلگر در امور کشورهای منطقه سخن گفته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم که ما اگر بحث به یک صورت دیگه مطرح کنیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر حمایت از جنبش های مقاومت اسلامی و مبارزه با استکبار و یا غرب و همچنین حمایت از قیام های ملت ها در برابر نظام های استبدادی بوده. بنابراین تغییر خاص را در این نگرش از زمان شکلگیری انقلاب اسلامی تا حال را ما در سیاست خارجی ایران شاهد نیستیم. منتها به نظر می رسد که ریشه های سیاست پرخاشگرانی عربستان میتونه بیشتر مورد بحث قرار بگیره. ببینید، من فکر میکنم که از سال 2001 وقتی که بهار عربی شکل گرفت، عربستان دچار تحولات داخلی و منطقه‌ای شد. از او زمان تا حال را سیاست خارجی عربستان متلاطم بوده و انسجام خاص را تجربه نکرده و این پیوند پیدا میکنه با سیاست خارجی ایالات متحده امریکا. در واقع سیاست خارجی اوباما طی سالهای گذشته دو تا ضلع جدید را به خود اضافه کرده که نگرانی را برای عربستان سعودی به وجود آورده. یکی توجه بیشتر به آسیای شرقی بوده و دوم رهبری از پشت صحنه یا به تعبیر غربی ها leadering from behind. این نگرانی بسیار جدی را برای عربستان سعودی بازتولید کرد که دیگه آمریکا قصد نداره در رویدادهای خاورمیانه به صورت مستقیم مداخله کنه، بلکه از پشت صحنه تلاش میکنه که این روند مدیریت بکنه. همزمان وقتی که ضلع سوم در سیاست خارجی آقای اوباما اضافه شد، بحث مذاکره با ایران این نگرانی عربستان سعودی را بیشتر کرد. بنابراین در کنار این وضعیت به تجربگی حاکمان جدید عربستان سعودی سبب شد که اینا به گونه آشفته و سراسیمه شود و احساس بکنند که دیگه آمریکا از روندهایی که عربستان او را دنبال میکنه حمایت نمیکنه، باید خود از اینا دست به کار شود تا ای که بتانه به زعمی از اونا تحولات جهان عرب را به گونه مدیریت بکنه که رهبری عربستان همچنان بر جهان عرب باقی بمانه. بنابراین این مؤلفه ها سبب شد که امروزه ما شاهد یک نوع سیاست پرخاشگرانه از سوی عربستان سعودی باشیم که برایندی از او را در نوع تنش بین ایران به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در خاورمیانه و عربستان سعودی ما شاهد باشیم. اما آقای نظری، آنچه که برخی از کارشناسان میگن، این ایرانی ها بودن که به قول شما جنبش های آزادی خواهان یا جنبش های اسلامی را کمک کرده، اما به قول دیگران مداخله سری در امور کشورهای عربی ها عرب داشته. ببینید، من فکر میکنم که ما اگر نگاه واقع گرایانه داشته باشیم، حمایت از جنبش های اسلامی
بیشتر در ارتباط با اندیشه مقاومت است که در برابر رژیم اسرائیل و در واقع سلطه غرب بر منطقه شکل گرفته که همیشه از سوی ایران مورد حمایت بوده. حالا شما فکر میکنین که ایرانی ها هستن که از ناحیه عرب ها تهدید میشن؟ برداشت من این است که ایران از ناحیه عرب ها تهدید میشه، به خاطر اینکه عملا نفوذ ایران در کشورهای عربی به او پیمانه گسترش پیدا کرده که یکی از عوامل نگرانی عربستان سعودی برای اینکه موقعیت خود را یا سلطه خود را در بین جهان عرب از دست نده ناشی از این نگرانی است. منتها تفاوتی که وجود داره است که نفوذ ایران در کشورهای عربی نفوذ در واقع قدرت معنایی ایران هست، یعنی ایران هیچگاه مداخله مستقیم نکرده، نه لشکر اونجا پیاده کرده، نه اسلحه. اما هم به نام مذهب شما دیدین که مداخله سری داشتن در امور کشورهای عرب؟ من چنین برداشت ندارم. ببینید اصولا جهان عرب به گونه دوچار واگرایی مفرد هست که در واقع عربستان سعودی علارغم تلاش‌های گسترده‌ای که به خرج داده در جنگ یمن 40 کشور عربی را فهرست کرد، ولی عملا ائتلاف عربی که به سرکردگی عربستان شکل گرفت از انگشتان دست تجاوز نکرد. این نشان داد که عملا عربستان سعودی به دلیل نوع سیاست سرسپردگی که به غرب دارد و به دلیلی که انفعال در سیاست خارجی خود نسبت به مسلمانان فلسطین یا جنبش های مقاومتی که در برابر اسرائیل مبارزه میکنه از خود نشان داده، عملا با افول موقعیت خود در جهان عرب حتی مواجه شده. ببینید اما شما فکر نمیکنین که همین چند روز گذشته که سعودی ها روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، کشورهای دیگر هم دنبال عرب ها رفتن و روابط خود را قطع کردن؟ باز هم اگر ما نگاه واقع گرایانه داشته باشیم، هر کدامی از این کشورها دینامیک خاص خود داره. به عنوان نمونه سودان از جمله کشوری بود که با عربستان سعودی همراهی کرد. سودان کشور فقیر و منزوی و رئیس جمهور از کشور تحت تعقیب دادگاه های بین المللی قرار دارد، بنابراین او نیاز داشت به یک اتکای مثل عربستان سعودی. نمونه دوم بحرین. بحرین در سالهای اخیر دچار قیام های ملی بوده و با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم کرده، بنابراین بحرین از طریق گسترش شکاف های فرقه‌گرایی تلاش میکنه که در واقع بحران خود متوجه ایران بکنه و خود به عربستان سعودی بیشتر نزدیک بسازه. اما گفته میشه که از 30 سال به این طرف در کشور بحرین هم مخالفان حکومت بحرین این ایرانی ها بودن که کمک کردن، سلاح فرستادن و تا جای هم کانتینرهای سلاح دستگیر شد در یمن که توسط سپاه پاسداران فرستاده میشد. ببینید مسئله بحرین در واقع به گونه با بحران مشروعیت و بحران نفوذ حاکمان آل خلیفه میتونه قابل تحلیل باشه. بحرین خواستار ای هست که در واقع برابری شهروندی در کشور شکل بگیره، تبعیض وجود نداشته باشه و نوع در واقع ساختار سیاست و قدرت مثل که در عربستان هم خواستار از این وضعیت مردمش می باشه به گونه انتخاباتی باشه، یعنی رژیم های ما قبل مدرن سلطنتی دیگه نمیتونه پاسخگوی نیازهای امروزین باشه. به این جهت است که در واقع رژیم بحرین بیشتر با حمایت عربستان سعودی تا حال را تانسته در واقع سکاندار اصلی قدرت باشه. نمونه دیگر که شما اجازه بدین من اشاره کنم که باز هم همسوی با عربستان نشان داده غیر از سودان و بحرین، امارات هست. ببینید امارات به دلیل تنشی که با ایران بر سر جزایر سیگانه ایرانی در خلیج فارس داره، قبل از ایران هم با ایران مشکل داشته، بنابراین ای هم تلاش کرده که سیاست خارجی خود بیشتر با عربستان هماهنگ کنه. غیر از این کشورها که کویت تا حدودی در واقع بحث احضار سفیر ایران در دستور کار خود قرار داده، اگر ما جهان عرب را مورد توجه و مطالعه قرار بدیم، کشورهای دیگه با عربستان نه تنها همراهی نکرده بلکه کشورهای تاثیرگذار همسو با حتی سیاست عربستان مثل ترکیه در واقع عمل کردی ضد حقوق بشری عربستان محکوم کرده. و از مثلا در کدام موارد ضد حقوق بشری؟ ببینید در واقع اعدام شیخ نمر، یکی از روحانیان برجسته عربستانی، با موج از مخالفت ها هم در داخل کشورهای عربی و هم در سطح کشورهای غربی مواجه شد و عربستان در واقع با توجه به چنین روند تلاش کرد که از طریق در واقع لیدرشپ یا رهبری جهان عرب این روند را
به گونه مدیریت بکنه که دنیای عرب را بیشتر تحریک بکنه در برابر یک کشوری که به زعم از اونا میتونه امپراتوری پارس ارزیابی شوه. اما من فکر میکنم که مشکلات اساسی در نوع سیاست خارجی عربستان هست. ببینید اگر آنچه که شما از ناقضین حقوق بشر یا حرکت های ضد حقوق بشری نام بردین، آقای نظری شما میبینین که بیشترین ایران ها را اعدام ها را در منطقه ما این ایرانی ها بودن که داشتن، از جمله این که مخالفان سیاسی خود را صریحا اعدام میکنه. شما دیدین که بده ها افغان در اونجا اعدام شد، جدا از خارجی های دیگر که اعدام شدن. ببینید بحث در واقع نوع نظام سیاسی که در ایران وجود داره یا نوع برخوردی که با مخالفان سیاسی میشه، مخالفان سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران مبارزه کردن، اینا هیچ کدامشان اعدام نشده. ببینید اگر کسانی اعدام شده، اینا قاچاقبران مواد مخدر بوده. بله اینا در تبعید به سر میبره، یعنی فرار کردن رفتن به خارج از ایران، در اروپا، در آمریکا زندگی میکنه و از اونجا مخالفت خود را تصریح میکنه. اما تفاوت جوهری بین عربستان سعودی و ایران وجود داره. ببینید اما دقیقاً هر کسی که خلاف منافع ایرانی ها عمل کرد، چه قاچاق مواد مخدر، چه مسائل فرقه ای اینا بود، اونا را یا تبعید کرد یا زندانی کرد یا بالاخره اعدامشان کرد. در عربستان سعودی هم این گونه شد. وقتی که ایرانی ها اعدام میکنن برخلاف منافع ملیشان است، اگر سعودی ها اعدام بکنن بعد مداخله میشه در امورشان. ببینید من فکر میکنم که این بحث یک مقدار بحث حاشیه‌ای میشه. اگر ما بحث را به صورت متنی برگزار کنیم، بحث عربستان و ایران از زمین تا آسمان متفاوت هست. عربستان در واقع صاحب یک نظام هست که 63 سال هست. این نظام سلطنتی بین 45 پسر عبدالعزیز آل سعود دست به دست میشه قدرت، و از نظر ساختار سیاست و قدرت این او نظام نظام های ما قبل مدرن ارزیابی میشه. اما در ایران ما شاهد هستیم که 14 انتخابات وجود داره. نوع نظام مبتنی بر یک اندیشه و تفکر هست که بنمایه های از او ما میتونیم در فقه سیاسی تشیع مورد داوری قرار بدیم. و نقطه دیگه است که در واقع بحثی که امروزه مطرح میشه است که اصلا عربستان او قدر آزادی مدنی اصلا درش وجود داره، یعنی اصلا روزنامه‌نگار آزادی در عربستان وجود داره تا اینکه او مثل ایران مثلا گرفتار شوه و مجازات شوه. ولی در ایران ببینید روانهای مدنی کاملا توسعه پیدا کرده. ایران یک کشور مدرن است. به این جهت است که صدای مخالف وجود داره، روزنامه‌نگاران منتقد نظام وجود داره، و قطعا در این میان کسانی هستند که مورد بازداشت و محاکمه و یا حتی به زندان گرفتار میشه. سپاسگزارم. آقای منادی، آنچه که بحث روابط میان ایرانی ها و عرب ها مطرح میشه، چه تأثیرات میتونه که بالای منطقه و بالای افغانستان داشته باشه؟ یک بحث دیگر این که آیا ما وارد یک جنگ جدید در افغانستان میشیم و بحث جنگ تمدن ها مطرح میشه؟ با نام و یاد خدای مهربان، با سلام خدمت شما همکاران بحث و بینندگان عزیز. تعارض ایران و عربستان پس از سقوط عراق مرحله توزیع به خود گرفت که پس از این مرحله رقابت های دو کشور بر اساس اصل مذهب بسیار گسترش یافت و اساس این رقابت ها بیشتر برمیگرده بر سر مدیریت جان اسلام، و تلاش مزیده می شد که بر اساس این رقابت در کشورهایی که اقلیت های سنی یا اهل تشیع در اونجا وجود داره اینها نفوذ و یعنی توانمندی خود را افزایش بتن و به نحوی بتانن اینها مدیریت جهان اسلام و یک به عبارت دیگه نفوذ خود را در این منطقه افزایش بتن. و ما طوری که شما پیشتر مطرح کردین، افغانستان کشوری متاثر از 5 مجموعه امنیتی است که یکی از این حوزه های امنیتی مجموعه امنیتی خاورمیانه است. مجموعه امنیتی خاورمیانه تعارضات ایدولوژیک و تعارض رقابت های سیاسی میان دو بازیگر عربستان و ایران هموار از دیرباز تاثیرات بسیار منفی در حوزه داخلی افغانستان داشته. با توجه به اینکه در درون افغانستان دو اقلیت، یک اقلیت اهل تشیع و جریان اهل سنت در اینجا وجود دارد، این پتانسیل رقابت عربستان و ایران در خاک افغانستان وجود دارد. بر این اساس است که ما
میتونیم این ظرفیت رقابت و تاثیرات منفی رقابتی دو کشور در خاک افغانستان ببینیم. و در سوی دیگه شما میبینید که افغانستان بر اساس تاثیرپذیری از جریان دیوبندی در جنوب آسیا و نقش و نفوذ وهابیت در جریان دیوبندی و در منطقه فتح، عملا نوعی تاثیرپذیری از جنوب آسیا و از جریان وهابیت داریم که متاثر از شاخه عربستان سعودی است. بر این اساس است که در سوی دیگر ما در غرب ایرانی ها هم به نحوی تلاش میکنند که او جریان خود را تا حدی تقویت بکنند و بر اساس این تقویت ها و اعمال نفوذ دو جریان در خاک افغانستان به صورت غیر مستقیم و جنگ های متعددی را میان دو جریان داشتیم، اگرچه در عوامل و در واقع عناصر دیگری در جنگ ها تاثیرگذار بوده، اما عملا این نفوذ ها در اینجا تاثیرگذار بوده. اما در شرایط فعلی افغانستان به عنوان یک کشور ضعیف که تاثیرپذیر بازیگر وابسته از متغیرهای مستقل منطقی و فرامنطقی میتونه پتانسیل تاثیرپذیری و تاثیرپذیری را از ایران و عربستان به صورت جدی داشته باشه. متوجه به این که دو جریان مبارزه با تروریسم در شرط فعلی شکل گرفته در عربستان و ما تلاش داریم که به نحوی از این دو جریان بهره ببریم. اما مثلا عملاً کدام جریان ها؟ یک جریان عرب که عملا اونها با رهبری عربستان طرح مبارزه با تروریسم و در برابر حکومت بشار اسد را در اینجا تعقیب میکنه، و یک جریان ایرانی و روسی که به نحوی تلاش میکنه در حمایت از بشار اسد در اینجا با تروریسم مبارزه بکنه. هر دوی جریان به نحوی تاثیرات مثبت منفی در منطقه داشته و ما با توجه به این شرایطی که داریم تلاش داریم که از هر دو جریان، اما فکر نمیکنین آقای منادی که رقابت میان ایران و عربستان سعودی نه تنها از افغانستان بل از منطقه داره قربانی میگیره؟ از سوریه، از بحرین، از یمن و از کشورهای دیگر در حال جنگ. متاسفانه یک از نقاط اساسی که در این حوزه وجود داره، ایران و عربستان اینها کمتر به صورت مستقیم رقابت‌های خود را انجام می‌دهند، بلکه اینها رقابت‌های خود را در کشورهای ضعیفی مثل یمن، سوریه، عراق و میتونه افغانستان هم یک از گزینه‌ها باشه انجام می‌دهند. و این نوع رقابت اینها بیش از این که تأثیر بسیار منفی در منافع حیاتی اونها داشته باشه، بیشتر منافع حیاتی کشورهای ضعیف را در اینجا تاثیر میگذاره. قطعا منافع استراتژیک ایران و عربستان تحت تاثیر قرار میگیره، اما منافع حیاتی کشورهای ضعیف است که در این حوزه به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میگیره. از این جهت افغانستان به عنوان یک کشور نسبتاً ضعیف در این منطقه که تاثیرپذیری عمیق از این دو کشور را داره، باید نگران سیاست‌های خود در قبال این دو کشور باشه. ما به ایران به عنوان یک بازیگر حساس و مهم و به عنوان یک بازیگری که میتونه تاثیرات اقتصادی در منافع ما داشته باشه باید بنگریم. من مسائل چابهار، مسائل ترانزیتی که در این حوزه وجود دارم، اقتصاد و یا حمایت های اقتصادی و یا تجارتی که بین ما و ایران وجود داره، این فکر می کنم که اهمیت بسیار حساسی وجود داره و نقش بسیار مفیدی برای ما داره. اما جریان های ضد تروریستی که در عربستان سعودی تازه ایجاد شده، از جمله ائتلاف ضد تروریست ها در منطقه به رهبری عربستان سعودی، فکر میکنین که افغانستان اگر به عضویت در این ائتلاف لبک بگه، ما میتونیم که اینجا داعش، طالب و دیگر گروه های افراطی را سرنگون بکنیم یا نه؟ من فکر میکنم که جریان ضد تروریستی که در خاورمیانه وجود آمده میتونه در یک سو تاثیر مثبت در امر مبارزه با تروریسم داشته باشه و در سوی دیگه تاثیر منفی داره. در واقع عملیات ها و اقدامات این جریان علیه داعش در خاورمیانه میتونه به نوعی اونها را مجبور بکنه که به دنبال پناهگاه های تازه بگردن، و افغانستان با توجه به داشتن برخی از این پناهگاه ها میتونه یکی از بسترهای پذیرش این جریان ها باشه و به نحوی تاثیرات منفی این حرکت ها و حملات ضد تروریستی که در خاورمیانه صورت میگیره در خاک افغانستان افزایش پیدا بکنه. از این جهت بهتر است که ما به جای
تاکید بر یک جریان منطقه محوری که در یک حوزه خاص در اونجا به وجود می علیه یک جریان خاص، ما طرفدار جریان های جهانی مثل سازمان ملل متحد و جریان های کلانتر باشیم، چرا که تاکید بر یک حوزه منطقه‌ای باعث میشه که حوزه های دیگه در اینجا مورد تهدید قرار بگیره. ما یک تعارضی در سیاست ها و استراتژی های مبارزه با تروریسم منطقه‌ای داریم. متاسفانه هرگاه افغانستان به عنوان یک اولویت اول برای جهان قرار میگیره، وقتی کشورهای جهان می وارد افغانستان عملیات های ضد تروریستی انجام میده، تروریست ها فرار میکنه و منطقه و مناطق دیگر از جهان مثل خاورمیانه و دیگر، و یا بگی عبارت دیگه وقتی که در اونجا حمل عملیات های ضد تروریستی صورت میگیره، اونها فرار میکنه به مناطق دیگر. از این جهت اقدامات منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم میتونن برای اون منطقه مفید باشن، اما به صورت عمومی برای مناطق دیگر میتونن تاثیرات منفی داشته باشن. و نکته حساس دیگه ایم که در اینجا وجود داره، ریشه های یا بسترهای رشد تروریسم بسیار پراکنده است، از فتا تا چچن، دره فرقانه یا سینکیانگ، یا وقتی که شما به خاورمیانه میرین میبینین این پراکندگی این سورس ها بسیار زیاد است. و اگر اقدام جهانی و منی فرا منطقه محور در اینجا بر علیه تروریسم صورت نگیره، قطعا ما نمیتونیم در مبارزه با تروریسم موفق شیم. سپاسگزارم. آقای سروری، شما به مداخله یک کشور در کشور دیگر چه تعریف میتین؟ یعنی مداخله خودش چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانان عزیز، شما همکاران و بینندگان محترم تلویزیون، هر عملی که منتج به تهدید منافع کشور شود فرقی نمی کنه که او در داخلی اون جغرافی هاست یا در خارج از اون جغرافی ها، او خلاف منافع زو پنداشته شود و او علیه اون منافع تعریف می شود و این مداخله در اموری این کشور است. طبیعتا سوال شما برمیگرده بر حمله بر مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران. تعویض که در این حمله ایران از قراردادهای بیمللی عدول کرده و شیخ نمر مربوط بر عربستان سعودی است و عربستان بر اساس قوانین خاص خود و این شیخ را اعدام کرده، و اگر تهدیدی صورت میگره یا ضرری صورت میگره یا حمله بر حتی به یک دفتر و به یک فرد یا دیگر صورت میگره، تهدید علی منافع کشور دیگری تعریف و تعبیر بیشه. دقیقاً آنچه که عملکردهای اخیر ایرانی ها و در گذشته همچنان در قسمت کشورهای عربی بوده، فکر میکنین این نوع مداخله بوده و برخلاف منافع کشورها بوده؟ تردید وجود نداره که تنوش بسیار طولانی مدتی که بین عربستان سعودی و بین جمهوری اسلامی ایران است عمق و ریشه تاریخی داره و از دو بود و از دو زاویه قابل مطالعه و بررسی است. یکی در بود توسعه طلبی و گسترش حوزه قدرت و اقتدار، و از جانب دیگر در بود تضادهای مذهبی. همونطوری که ایران متهم میکنه عربستان سعودی را بر اعمال فشار علیه اهل تشیع و پیروان مذهبی اهل تشیع، همونطور عربستان سعودی ادعا میکنه بر اعمال فشار ایرانی ها بر علیه اهل تسنن. چرا من یک گزارش را چند روز پیشتر خواندم، در اون نوشته بود که شما در کل در تمام تهران بروین یک مسجد برای اهل تسنن وجود نداره. تعویض ای برای پیروان مذهبی اهل تسنن سخت کاری فشارزاست و غیر قابل باوره. و از جانب دیگر تنها این تنوش جنبه مذهبی و جنبه ایدئولوژیکی نداره، در حالی که جنبه مذهبی بس خیلی عمیق است. همونطور که پیشتر هم اشاره شد به بحث که این نزاع توانسته حتی تقابلات بسیار کلان و درگیری های بسیار جدی در منطقه خلق بکنه، و امروز هم حتی این ائتلاف ها بر محور حمایت از همین جریان ها شکل گرفته. و از جانب دیگر بحث عمو توسعه طلبی و قدرت خواهی است که نگاهی من نسبت بر هر دو نظام، هم نظام شاهی عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران، یکسان است. هر دو نظام نوی عمل کردن نظام ها، نظام های استبدادی است
و این دو کشور در منطقه از جمله ناقص‌ترین کشورهای حقوقی بشری خوانده میشه. بله، دقیقاً آقای سروری، حالا حراس این دو کشورها از چی است؟ ترسشان از چی است؟ شکی وجود نداره که عربستان سعودی نگران، بسیار بسیار جدی نگران است از نفوذ و حوزه قدرت طلبی جمهوری اسلامی ایران، و ایران او نگران است که ایران در فکر ایجاد یک قدرت بسیار بزرگ منطقوی و او و اون هم از مجرای آجندای مذهبی است. چرا میخواه علی تشیع را در کشورهای عربی به نحوی تحریک بکنه؟ شما اگر بحثی بحرین را بیشتر مطرح کردین، هم اکنون بحثی یمن را اگر شما میبینین، اگر موضوع سوریه را اگر شما ببینید، لبنان و لیبیا و اینجا، همه اینجا نگاه ایست که عربستان سعودی در فکر ایران در فکر ایجاد یک جریان بسیار قدرتمند مذهبی است، تا از این طریق بتواند حتی بر تصاحب قدرت و بر تصاحب نظام ها دسترسی پیدا بکنه. و از جانب دیگر هم ایران نگرانی عزیز که عربستان سعودی با قوتش در عقب تمام گروه های افرادگر و وحشتگر و حتی جریان داعش، حتی ادعای وجود داره که عربستان سعودی حمایت میکنه و بیشترین هزینه جنگی را هم عربستان سعودی میپردازه، و یکی از نیت و نگاه و آجندای پنهانی استخباراتی عربستان سعودی هم همیست که به وسیله این جریان بتوانه منافع ایران را به شدت تهدید کنه. سعودی ها هستن که ائتلاف شکل میتن بر ضد توریسم در منطقه. خب فراموش نکنیم که عربستان سعودی هدف از ایجاد این ائتلافش یک سلسله آجندای دیگه هم داره، چرا او کمک میکنه برای او مسبب شده برای ایجاد این ائتلاف، اما ادعاهای وجود داره و در بعضی از موارد هم اسناد ارائه شده که عربستان سعودی حمایت کرده از جریانات افرادگرایی در منطقه. اگر از داعش یا از جریانات مثل القاعده اگر حمایت نکرده، از جریانهای دیگه حمایت کرده که در برخی از کشورها اونو تدریب سار کلان در منطقه خوانده شده، که ایران از این وضعیت به شدت نگران است. اما خود رابطه تنش یک رابطه خیلی تاریخی است و مخصوصا عمق تنش بعد از جنگ بین ایران و عراق آغاز میشه. آقای سروری، بحث اساسی اینجاست، زمانی که یک شیخ شیعه مذهب عربی در عربستان سعودی اعدام میشه، ایران اتومات واکنش نشان میده. اما اگر کم به عقب بریم، عبدالعلی مزاری رهبر یک قوم بزرگ در افغانستان توسط طالبان به دار کشیده شد، این ایرانی ها بودن که ماه را به لب زدن. فکر نمی کنن که واقعا حرف های ایرانی ها در طول تاریخ هم دو پهلو بوده؟ خب شکی وجود نداره که رابطه بین ایران و عربستان یک رابطه کاملا تنش‌آلود است و هیچ شک و تردیدی وجود نداره. حتی خود آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بعد از حادثه‌ای که در عربستان سعودی در سال فراموش از یادم نرفت در سال 1366 منتج بر حمله بر سفارت عربستان سعودی در ایران شد، اعلان کرد که اگر ما از سر اسرائیل بگذریم و حادثه قدس فراموش کنیم، اگر از سر امریکایی ها دست برداریم، اگر از صدام بگذریم، اما از آل سعود ما گذشته نمیتونیم. یعنی به این معناست که یکی از آجندای بسیار کلان جمهوری اسلامی ایران به زعم رهبری جمهوری انقلاب اسلامی او عربستان سعودی است، و عربستان سعودی را به عنوان یکی از کشورهای بسیار مخل در وضعیت منطقه و کشوری که نسبت بر هر کشوری منافع ایران را تهدید میکنه میخواندن. حتی در خیلی از موارد ادعای از اینها است که عربستان سعودی هدف است ائتلافی که فعلا تشکیل داده او تهدیدی منافع ایران است. همون طوری که اگر افغانستان عضویت این ائتلاف را بگیره چه؟ من فکر بکنم دقیقاً آنچه که مردم افغانستان حالا تهدید میشه از ناحیه داعش، از ناحیه طالب، از ناحیه القاعده، شبکه حقانی، در مجموع از ناحیه گروهک های خرد و کوچک یا بزرگ شبکه های تروریستی در افغانستان، اگر کشور یا کشورهای می ائتلاف شکل میده و این گروه ها را از بین میبره، افغانستان باید درای به عضویت در این ائتلاف یا نه؟ در بجای استخباراتی شما اگر ببینید در برخی از این موارد در تضاد منافع قرار گرفته و در بعضی هم در تایید منافع قرار گرفته. شما ببینید ما اگر عربستان سعودی بگیریم در این ائتلاف، من فکر می‌کنم سخت دشوار خواهد بود برای افغانستان. اولی که این ائتلاف اگر این ائتلاف شکل بگیره،
احتمالا نمیتونه منتج به نتیجه مطلوب شه و مجددا اینها رشد میده تو روز به افرادگرایی در منطقه. چرا کسانی که در منطقه هستند بعد عضو ائتلاف باشن، همونطور که دکتر سم اشاره داشت، من فکر بکنم که نبود ایران در این ائتلاف میتونه یک جنجال مجدد ایجاد بکنه. نقطه بسیار تا حد که افغانستان اکنون از ناحیه تروریسم تهدید میشه و تهدید شده، ایرانی ها نمیشه. یک نقطه رو میخوام اشاره بکنم و بدون از صحبت خود آنچه که بحث اجتماع یا جامعه در افغانستان است، ما هیچ تضاد فرقه‌ای مذهبی نداریم و این ایرانی ها و سعودی ها هستن که دارن. اگر گروه میای بر ضد تروریسم در افغانستان مبارزه میکنه، شما یک نقطه را اجازه بدین که من اشاره کنم که بسیار ممکن جا بفته. عربستان سعودی سومین کشوری بود که طالبان را به رسمیت شناخت. یک نقطه تنش بین ایران و عربستان سعودی هم همین بود که چرا طالبان تهدید میکرد منافع ایران را در منطقه. اما جالبی است که امروز هم عربستان را به عنوان حامی طالبان میدانند، چرا میگن که بخشی از کمک طالبان هم از عربستان سعودی میاد. و جالبتر از این است که ایران هم جزی امین کسایی است که طالبان را حمایت میکنه. شما ببینید اینجا بحث منافع مطرح است. اگر در صورتی که اونها منافع شون حکومت طالبان یا نظام طالبان در افغانستان، سعودی ها و ایرانی ها دقیقاً منافع مشترک را تعقیب کردند. در برخی موارد منافع را مشترک تعقیب می‌کردند. ببین دوز زرد منافع ایران تهدید می‌شد، ایران علیه این سیاست عربستان سعودی قرار داشت و حالا که منافع ایران تهدید نمی‌شه و می‌خواد از طالبان علیه آمریکایی‌ها استفاده بکنه، در اینجا از اما دقیقاً طالبان منافع ما شهروندان از ناحیه توریسم چه طالب چه داعش تهدید می‌شه. بس کامل تهدید می‌شه. من به این باورم که افغانستان باید با یک نگاه بسیار دقیق و استراتژیک نسبت به قضایا بر خود بکنه و به شکلی وارد این ائتلاف شوه که همکاری کشورهای منطقه را هم صدمه نزنه. سپاسگزارم. آقای نظری، چه چیز باعث ناامنی ها در منطقه میشه؟ حمایت از گروه های خرد و کوچک، چه سنی ها، چه اهل تشیع در منطقه، چه توسط عربستان، چه توسط ایران، یا بحث های دیگر هم مطرح است؟ مثلا شما میبینین امروز سوریه پارچه پارچه شد به دلیل اینکه بشار اسد به حمایت ایران و روسیه قدرت را ترک نکرد. خب سوال کلیدی شما مطرح کردین، اجازه بدین من این بحث یک مقدار بیشتر بشکافم. ببینید اگر ما تاریخ 60 ساله نظام سعودی را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، در هیچ برهه تاریخ عربستان با چنین بحران ها و شکست هایی که در حال حاضر مواجه شده مواجه نبوده. به همین جهت است که بسیاری از نظر پردازان غربی در مقایسه ملک سلمان با ملک عبدالله، ملک سلمان را یک شخصیت بی تجربه و فاقد بینیش نظری و تئوریک ارزیابی میکنند. ببینید در حال حاضر سه تا بحث برای عربستان بسیار مهم هست که ارتباط پیدا میکنه با تحولات منطقه. یکی منازعات داخلی هست. مطالعات و نظرسنجی ها نشان داده که حمایت از نظام پادشاهی در درون عربستان به پایین ترین حد خود در تاریخ از کشور رسیده. یک، به همین جهت که نشریه فارین پالیسی که سیاست خارجی امریکا را بازتاب میته، از سقوط آل سعود در واقع صحبت به میان آورده و به امریکایی ها به گونه هشدار داده که متوجه این نقطه باشه. افزون برای نقشه های مهندسی گروه های افراطی و فرقه گرایی را که عربستان سعودی به گونه پیش قراول از او بود، در حال حاضر دامن خود عربستان گرفته که در بین از کسایی که اعدام شد بسیار از اینا سران القاعده هم بوده که در واقع خواستار برچیدن امین نظام سعودی بوده. و دیگه ای که عربستان در حال حاضر در حوزه منازعات داخلی درگیر جنگ داخلی بر سر قدرت در درون حاکمیت می باشه. اخیراً روزنامه گاردین یک خبری را به نشر رسانده بود از یکی از مقام‌های ارشد سعودی که اینا خواستار عزل ملک سلمان بودند. پس ببینید در حوزه منازعات داخلی عربستان با مشکلات مواجه است. افزون بر این، بحث بحران اقتصادی عربستان در حال حاضر مطرح است. بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان رکورد کسری بودجه را شکسته. در سال 2015 98 میلیارد دلار کشور کسی بودجه داشته. و
بنابراین یک کسی بوده جای یکی معلولی سیاست غلطی بود که در سقوط قیمت نفت عربستان برای ضربه زدن به رقیب خود یعنی ایران دنبال کرد. دوم جنگ در ماهی یمن هزینه های زیادی را برای عربستان تحمیل کرد که هیچ دستاورد نتانست در پی داشته باشه. پس این بحران اقتصادی. سوم حوزه سوم غیر از منازعات داخلی و بحران اقتصادی بحث شکست سیاست خارجی عربستان است. ببینید عربستان سعودی در مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهانی مثل رژیم اسرائیل تلاش کرد که توافق صورت نگیره ولی ناکام شد. عربستان سعودی در جنگ در ماهه یمن به کوچکترین دستاورد دست پیدا نکرد. عربستان سعودی در عراق و سوریه شکست 100% را تجربه کرد. بعد از 25 سال مجبور شد که سفارت خود در عراق بازگشایی کنه و نظام نوری مالکی را وقتی به رسمیت نمی‌شناخت، نظام حیدر العبادی را به رسمیت شناخت. و در سوریه که تلاش کرد در کنار قطر و ترکیه نظام بشار اسد را ساقط بکنه، نه تنها اتفاق نیفتاد که مجبور شد در کنار ایران در مذاکرات وین یک و وین دو شرکت بکنه و بحث گذار قدرت به صورت مسالمت آمیز مورد بحث قرار بده. پس بنابراین عربستان با این مؤلفه های بحرانی که داره تلاش میکنه، آنچه که در بحث آقای سروری مطرح کرد، جنبه مذهبی و فرقه گرایی را بیشتر بسازه. از این طریق یک جهان عرب را علیه ایران به عنوان یک کشور، این بس ربط میگیره به هر دو کشور. آقای سروری اشاره کردن که هر دو کشور مسائل مذهبی را در منطقه دامن میزنن و به نفع خود نفع میبرند. من میخواستم به می برسم. ببینید هدف من ایست که جنگ عربستان، پرخاشگری عربستان با ایران مذهبی نیست. یعنی عربستان از تحریک در واقع افکار عمومی در داخل جهان اهل تسنن بیشتر شکست های سیاسی خود را میخواهد بپوشانه. ایران نفوذ سیاسیش در منطقه افزایش پیدا کرده. حالا اگر بس مذهبی هم بیشتر در ایران مطرح نباشه، شما میبینید که در اردوی ایران یک عسکر اهل تسنن موجود نیست. شما میبینین آنچه که آقای سروری هم گفتن که در تمام ایران یا شهرهای شالاب یک مسجد برای اهل تسنن نیست. ببینید بحث اساسی اینجاست که من اصولا باور ندارم که نزاع ایران و عربستان نزاع مذهبی باشه. نزاع بر سر هژمونی منطقه هست. ببینید وقتی که ایران به جامعه جهانی نزدیک شده و مناسبات ایران و غرب بهبود پیدا کرده، عربستان احساس میکنه که دیگه او حمایت غرب و آمریکا رو پشت سر خود نداره و در واقع ایران دستش بازتر شده در منطقه. شما نمیبینین که حالا ائتلافی که هم شکل میگیره، تعداد از سیاستمداران در منطقه به این باور هستن ائتلافی که شکل میگیره حتما بعدها یا ماها بعد حمایت انگلیس ها و آمریکایی ها را در مبارزه با تروریسم در منطقه با خود خواهد داشت این ائتلاف. ببینید واقعیت مسئله است که در حال حاضر سیاست را که عربستان نسبت به ایران دنبال میکنه، یعنی منزوی ساختن ایران در جهان اسلام و جهان عرب، از این سیاست نه شرق حمایت میکنه نه غرب. غرب به این نکته دست پیدا کرده که متحدان منطقه ای آمریکا نتونستن منافع آمریکا را در خاورمیانه تامین کنه. بدون مشارکت دادن ایران هیچ مشکل خاورمیانه حل نمیشه. به همین جهت است که آمریکا هم تلاش میکنه با ایران روابط خود را بهبود ببخشه، اتحادیه اروپا هم تلاش میکنه و حتی من اشاره کردم کشوری مثل ترکیه. اما نظری شما میبینید که خود آمریکایی‌ها، خود ایرانی‌ها بیشتر میخواین که با آمریکاییان نزدیک شون و منافع خود را گسترش ببخشن یا روابط خود را خوبتر ببخشن. اما زمانی که بحث توافقنامه استراتژیک در افغانستان با ایالات متحده آمریکا مطرح میشه، این ایرانی ها هستند که ده ها افغان را به جوقه دار میفرستند. زمانی که بحث توافقنامه امنیتی مطرح میشه، این ایرانی ها بودند که مداخله کردند در امور داخلی افغانستان. به همین قسم در روسیه، در سوریه، به همین قسم در بحرین، به همین قسم در عربستان سعودی این کشورها. خب اجازه بدین پس ما مثلا اینکه اگر عربستان سعودی یک مخالف سیاسی خود را از اون ناحیه تهدید میشده اعدام میکنه، این برای ایرانی ها دیگه چه ربط داره؟ مخالف سیاسیش بود اعدامش کرد. ببینید من اشاره کردم که تقلیل دادن منازعات معنایی که بین ایران و عربستان وجود داره به شهادت یک شیخی در عربستان یا اعدام چند نفر ارتباط پیدا نمیکنه. این منازعه من اشاره کردم یک منازعه بر سر در واقع تثبیت قدرت معنایی، نفوذ سیاسی و تبدیل شدن به هژمونی منطقه ای هست. و همین جهت ببینید در ارتباط با افغانستان من میخوایم این نکته را اشاره کنم که برمیگردیم به تاثیراتش به افغانستان.
اجازه بدید من این نکته را تصحیح کنم که مخالفت با امضای پیمان امنیتی و استراتژیک یک گفتمان در داخل افغانستان هم بوده. اینطور نیست که تنها ایران با این مخالفت کشور مداخله میکنه. این مداخله سریع است در امور داخلی افغانستان. این حق را نه حکومت افغانستان نه مردم افغانستان برای ایرانی پاکستانی و عربی نمیتاده. ببینید سیاست افغانستان و ایران یا ایران و غرب، ایران و افغانستان متمایز است. به این معنا که در واقع نوع روابط را که ایران و غرب دنبال کرده تفکیک شده از نوع روابطی که ایران و افغانستان دنبال کرده. من فکر میکنم ایران ما نمیتونیم مداخله ارزیابی کنیم. آقای منادی، آنچه که در مورد افغانستان تأثیرات این کشورهای متخصم میباشه، شما میبینین که در جریان جنگ های داخلی این ایرانی ها بودن که از چند حزب حمایت کردن و کابل را به ویرانه تبدیل کردن، پاکستان همچنین، و این عرب ها بودن که در جریان نظام طالبان را به رسمیت شناختن. حالا ائتلاف جدیدی که از سوی عربستان سعودی شکل میگیره و رهبری میشه و با توجه به تهدیدی که متوجه افغانستان است از ناحیه تروریسم، فکر میکنین این ائتلاف یک فرصت جدید است برای افغانستان یا یک چالش؟ به نظر برسه که رقابت های موجود در خاورمیانه و مجموعه امنیتی خاورمیانه از دیرباز و از گذشته ها تاثیرات منفی به افغانستان داشته و تجربه نشان میده که تاثیرات منفی کشور نه تنها اندک بلکه بسیار زیاد فراوان بوده. برای اساس است که هر گونه یک جانبه نگاری در یکی از این جریان ها میتونه تاثیرات منفی درونی در ساختار موزاییکی اقوام داخلی افغانستان خواهد داشت. برای اساس بهتری است که در جهتگیری هایی که ما در قبال ساختار امنیتی و مجموعه امنیتی خاورمیانه داریم با تأمل و با دقت نظر و با اتخاذ استراتژی همه جانبه انگاری، یعنی لحاظ شد و هر گونه یک جانبه انگاری به ضرر ما تمام خواهد شد. و بحث دیگری که در اینجا پیشتر هم تاکید کرده بودم این بود که ما ضرورت اتخاذ یک استراتژی فرا منطقه محور و جهان شمول هستیم که در امر مبارزه با تروریسم در اینجا همکاری بکنم. و در نکته حساس دیگه که اینجا وجود داره، ما تاثیرپذیری ما از بسترهای معرفتی منطقه خاورمیانه بخصوص عربستان بسیار جدی است و در سوی دیگر رقابت های این حوزه امنیتی به نام عربستان با ایران در خاک افغانستان از گذشته ها تاثیرات منفی داشته. از این خاطر بهتر است که در این ائتلاف ما همچنان تعامل بکنیم و دقت بیشتری را در اتخاذ هر گونه سیاست یک جانب انگارانه در اینجا داشته باشیم. تشکر. آقای سروری، شما میبینین منطقه ما ناامن است. فکر نمیکنین یک بخش از ناامنی های کلان در منطقه برمیگرده به سیاست های ایرانی ها در اینجا؟ چون آنچه که مطرح است این که گروه های خورده که برخلاف نظام های عرب استادگی میکنن یا تنش زدایی میکنن و چالش زا هستن، اینها هستن که توسط ایرانی ها یا به نام مذهب یا بالاخره به هر نام دیگر حمایت میشن. تفاوت بین مداخلات پاکستان و بین مداخلات ایران در امور افغانستان نمیدانم، اما مداخلات ایران را به مراتب خطرناکتر از مداخلات پاکستان میدانم. مداخلات پاکستان در امور داخل افغانستان تردیدی وجود ندارد که امون منافع استراتژیک است، اما از آدرس قوم بیشتر وارد میشه. اما ایرانی ها بیشتر از آدرس مذهب داخل شدند، حتی تنش ها را تا جایی کشانیدند که نزدیک کشور را به یک جنگ مذهبی تبدیل کنند. و این شک و تردیدی هم وجود ندارد. ضرری ما در هر حالتش بیشتر است از این دو کشوری که در همسایگی ما قرار داره. اما بخش دیگری که برمیگرده به این که افغانستان چطور میتونه در اتفاقات پیش آمده و در معاملات به وجود آمده نقش ایفا کنه و وارد شود در همچین معاملات، چرا بیرون ماندن از همچین معاملاتی هم تعویض که منافع کشور را تهدید میکنه و حیات کشور را به خطر میاندازه. ما باید در معاملات دخیل باشیم تا آگاه شویم از آنچه که در عقب پرده بازی میشه. و احتمالاً اگر چون دیدگاه ها متفاوت است، من به باور هستم که احتمالاً تنش شکل گرفته بین ایران و عربستان سعودی ممکن فروکش کنه، چرا شرایطی خطرناکتر و دشوارتری هم اتفاق افتاده بین ایران و عربستان سعودی.
اما آنچه که وضعیت را یک مقدار حساس تر می سازه احتمالا زمینه تحریری منافی در اینجا افزایش پیدا می کنه و ممکن با توجه بر وضعیت افغانستان و برخی از کشورها مانند ایران تلاش بکنه که طبیعتا کشورهایی که از اون آدرس ضرر می کنه منافی از اون در جغرافی افغانستان تهدید بکنه. و آنچه که بحث مداخله گری های ایران در امور افغانستان و کشورهای دیگر مطرح میشه چه؟ شک و تردید وجود نداره. ما فراوان صدا کرده مردم افغانستان، حتی در ایران در برخی از موارد تا به حدی پیش رفته که شما دیدین که فرستادن تیل به داخل افغانستان منع کردن و سرانجام افغان‌ها واکنش نشان داد که کالاهای ایران را اونا نمی‌خریدن از بازار. یعنی این یک چیزی واضح است. من فکر می‌کنم باز برمیگرده برای دولت افغانستان و برای تأمین رابط سالمش با کشورهای منطقه. با همه چالش ها و تهدید هایی را که شما اشاره کردین و گفتین که مداخلات ایرانی ها کمتر از پاکستانی ها در امور داخلی افغانستان نیست، فکر نمی کنین که ائتلاف تازه شکل گرفته از سوی عرب ها یک فرصت است برای افغانستان؟ من فکر میکنم این یک ائتلاف سمبولیک است و این در سطح شعار میماند تا در سطح عمل، چرا عربستان سعودی با توجه بر جوی وجود آمده در منطقه این توانایی را نخواهد داشت که بتونه علیه تروریسم مبارزه کنه و از جانب دیگر احتمالاً این ائتلاف هم کمک خواهد کرد که تروریسم بیشتر تقویت شود، چرا ما تجربه داریم ائتلاف بزرگ برابری ایالات متحده آمریکا منتج به شکلگیری بزرگترین افرادگرایی در منطقه شد و احتمالاً این ائتلاف هم افرادگرایی را تقویت کرد. سپاسگزارم. آقای نظری، آیا بی‌طرفی بهترین سیاست است برای حکومت افغانستان فعلا؟ من فکر میکنم که افغانستان در حال حاضر میتونه سیاست بی‌طرفی و استقلال عمل در روابط خارجی خود با کشورهای منطقه مورد توجه قرار بده. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک افغانستان هم ایجاب میکنه که افغانستان خود را در منازعات منطقه‌ای دخیل نسازه و به برداشت ما تدبیر وجود داره در افغانستان. ببینید همان گونه که طی 14 سال گذشته علی‌رغم حضور ناتو و غرب و آمریکا در افغانستان، روابط افغانستان و ایران یک روابط حسنه و همراه با احترام متقابل بود. در حال حاضر من فکر میکنم که ما میتونیم از چنین خرد سیاسی بهره برداری بکنیم و ما در واقع یک سیاست متوازن نسبت به کشورهای منطقه اتخاذ بکنیم. تشکر. آقای منادی، خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین، حکومت افغانستان در سیاست خارجی خود باید بی‌طرف باشه و استقلال عمل داشته باشه، یا نه ما اینجا شریک استراتژیک مثل ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی داریم، دیگه ضرورت نیست که ما هم بی‌طرف باقی بمانیم و باید از هر جریان سیاسی در منطقه به نفع کشور خود استفاده کنیم؟ بهتر است که ما در حوزه امنیتی خاورمیانه در مسائل اقتصادی بی‌طرفی اختیار نکنیم، بلکه در مسائل اقتصادی با اونها همراه و همکار باشیم. برنامه چابهار و دیگه برنامه های اقتصادی که ما با ایران داریم می همچنان ادامه پیدا کنه و برخی از لاهایی که ما با اونها تعامل داریم اینها از لاهای اقتصادی باشه و در حوزه های دیگه مثل جنوب آسیا بهتر است که ما تعاملات امنیتی رو کمی جدی تر بگیریم، چرا که ما بیشترین تاثیرپذیری از جنوب آسیا داریم و این تاثیرپذیری باعث میشه که ما در ائتلاف ها و در تعاملات سیاسی و امنیتی در این منطقه بیشتر حساس باشیم و در ائتلاف های او مجبور هستیم که دخیل باشیم. از جهت ما و در ائتلاف سعودی هم اگر دخیل شویم این میتونه که نقش توریسم در افغانستان کاهش بده دیگه. من فکر میکنم اگر در تعاملات امنیتی خاورمیانه و سعودی دخیل شویم فکر میکنم تاثیر منفی توریسم افزایش پیدا بکنه و این باز هم تاکید میکنم که مجموعه امنیتی خاورمیانه، ائتلاف سعودی و هر ائتلاف دیگه که در این منطقه صورت میگیره تاثیرات منفی به ما داره در صورتی که ما جزئی از ائتلاف ها شویم. سپاسگزارم آقای منادی، آقای سروری، آقای نظری از حضورتان در بازنگاه امشب و تشکر از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.